دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید. آقای پول محبت کردند و دارن ضبط رو برای یوتیوب انجام میدن. ما هم پس دیگه تابع ایشون شروع میکنیم برنامه رو. خواهش میکنم خانم خامنه‌ای، از شما تشکر میکنم اگر شروع کنید غزل رو برای ما دکلمه بکنید. با سلام مجدد خدمت همه دوستان، هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز. ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. روندگان طریقت ره بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب، که نیست سینه ارباب کینه محرم راز. اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنی است، من آن نیم که از این عشق بازی آیم باز. چه گویمت که ز سوز درون چه میبینم، ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز. چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت، که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز. بدین سپاس که مجلس منور است به دوست، گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز. غرض کرشمه حسن است، ورنه حاجت نیست جمال دولت محمود را به زلف ایاز. غزل سرای ناهید صرفه ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. غرض کرشمه عشق است واقعا. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مایه، در خدمت شما هستیم. چشم، با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان عزیز. امروز یکی دیگه از غزل های زیبای حافظ رو با هم دیگه میخونیم و تفسیر میکنیم. غزل شماره 258. این غزل رو حافظ در اون زمانی در اون ایام نوشته که شاه شجاع از ابرکوه یا ابرقو برمیگرده به شیراز، و داستانش رو بارها گفتیم. آقای جعفری هم همین سال توضیح دادن به تفصیل. ایشان یه دو سالی از شیراز مجبور شد بره به ابرقو یا ابرکو، و بعد از دو سال برگشت. همزمان با برگشتن حافظ، با برگشتن شاه شجاع، حافظ این غزل رو در اون باره می نویسه که خیلی خوشحال میشه و از این بابت خوشحال است و بر مژده می دهد که چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد. می فرماید: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز، یا به کام خویشت باز. ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز. هزار بار سپاس و شکر میکنم خدا را که این اتفاق افتاد که شما برمیگردی به اون شهری که کام در آنجا شیرین خواهد شد و با آرزوهای خودت خواهی رسید، و ما هم از صدقه این محبتی که خداوند کرده و شما برمیگرده به شیراز، ما هم با همدیگه دمساز خواهیم بود. خدا رو بسیار سپاس میگویم که تو را اونطور که دلم آرزو میکرد دیدم، که از روی راستی و پاکدلی با دل من همدم و موافق شدی. روندگان طریقت ره بلا سپرند،
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. روندگان طریقت یعنی راهروان حق و عارفان عاشق. اینها همه برای اون که به مقصد خودشون برسن راه های پر زحمتی رو برن، پر از بلا هست، پر از ناراحتی هست، پر از غم و اندوه هست، پر از شادی هست، پر از غم، همه چی هست. و کسی که رفیق عشق هست یعنی عاشقه، اون عشق باعث می شود که هیچ درد نشیب و فراز رو احساس نکنه. یعنی مهم نیست که چه برای بر سر یه همچه آدمی که جز رهروان حقیقت و عارفان عاشق هست تحمل می کنند. روندگان طریقت ره بلا سپارند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. نشیب و فراز زندگی در اینها هیچ اثری نداره، برای اینکه اینها عاشقند و رهروان راه حقیقتند. غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب. غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب، که نیست سینه ارباب کینه محرم راز. رقیب یعنی مدعی، یعنی کسی که در رقابت با انسانه. شما در یک کار موفق میشید، یک دنیا سنگ میندازن که شما موفق نشید اون موفق بشه. این یک نوع رقابت، منتها رقابت ناسالم. رقابت سالم اوکی هست، اشکال نداره، اما تا جایی که جلو راه اون نفر رو نگیری و خودت مستقلن یا از راه دیگه سعی بکنی به همون درجه موفقیت برسی یا حتی جلو بزنی. میفرماید که چون همچه آدم هایی اینها سینه هایی دارن که پر از کینه هستش، اینها نباشه از محرم اسرار انسان اطلاع داشته باشن. بنابراین اگه شما دوستی رو میبینید که کمی غمزده و افسرده است و ناراضی هایی داره، سعی نکن که این غمین رو این برابر تعریف رو کنی و به گوش کسانی مثل همون رقبا و مدعیان برسه. بر این کنها سینه ها و قلب هایی دارن که پر از کینه است و اینا لیاقت اون رو ندارن که محرم اسرار باشن. اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است، من نیام که از این عشق بازی آیم باز. اگرچه حسن تو اون به اصطلاح زیبایی تو، اون شخصیت و برازندگی که تو داری پوشیده نیست، حتی به حدی است که حتی کسانی هم که خیر هستند نمیتونن در مقام رقابت یا در مقام مطلب غیر عادی بیان و نمیان. اما این باعث نمیشود که من دست بردارم از اون نیازی که به عشق بازی با تو دارم. هر چی باشه من بایستی بیام و به اون چی میخوام که وصال تو باشه برسم. هرچند زیبایی جمال تو نیازی به عشق دیگران ندارد، اما من هم کسی نیستم که از عشق بازی با رخسارت دست بکشم. اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است، من آن نیم که از این عشق بازی آیم باز. چه گویمت
که ز سوز درون چه می بینم، ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز. غماز یعنی سخنچین، یعنی آدم مفسد، یعنی عشوه‌گر. تمام اینها معنی غمازه. این میگه من نمیخوام غماز باشم، نمیخوام درباره اون چی میگم سخنچینی کرده باشم یا افراط کرده باشم یا کم گفته باشم. بنابراین این سوزی که من در دلم دارم، این سوز اگه میخوای حدش رو بدونی، تو کافیست بین عشق چشم من نگاه بکنی، از عشقی که از چشمان من میاد بپرس، اونها به تو خواهند گفت که چه سوزی در درون من موج میزنه و وجود داره. و بنابراین من نمیخوام غمازی بکنم، غمازی نمیخوام، دروغ بگم یا زیاد یا راست بگم، افراط بکنم از این را. چه گویمت که ز سوز درون چه میبینم، ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز. خب چه فتنه بود که مشاطی قضا انگیخ، که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز. میگه چه اتفاق افتاد که این تقدیر اومد با بزک کردن و آرشگری و اینها وضعی رو وجود آورد، اون چشمان مست تو که سیاه هست با سرمی ناز سیاهتر شد. سرمی ناز یعنی همون نازی که تو آمدی و با این ناز و اصل موضوعتون که اشبگری خودت باعث شدی که اون چشم های سیاه تو. نرگس اینجا چیزه، معنی چشم، استعاره است، استعاره است برای چشم. اون چشم های سیاه تو به علت این دلفریبی و اشبگری چشمان تو سیاهتر شد. و این چی بود؟ قضای به اصطلاح مشاطگر بود، آرشگر بود که این فتنه رو وجود آورد که تو زیباتر از این شخصی بشی و من در غم تو بیشتر متأثر بشم و تأثیر قرار بگیرم. چه فتنه بود که مشاطی قضا انگیخت، که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز. بدین سپاس که مجلس منور است به دوست، بدین سپاس که مجلس منور است به دوست، گرچه شمع جفایی رسد به سوز و بساز. به شکر این که بدین سپاس، به شکر این که به خاطر این که مجلس امروز بسیار منور است و نورانی بودن و منور بودن این مجلس به خاطر جمال زیبای محبوب توست هستش، به خاطر این اگر چونش یک جفای یک ناراستی هم از این بر از نوبر میرسه، اونو تحمل کن، درست مثل شمعی که بر اثر جفایی که بهش میرسه چی میشه؟ میسوزه و میسازه. بنابراین زیبایی و دلفریبی اون محبوب به اندازه ایست که تو بایستی تحمل بکنی. اگر مشکل هم پیش آمد اونو تحمل کن و بسوز و بساز. قرض کرشمه حسن است و نه حاجت نیست، جمال دولت محمود را به زلف ایاز. کرشمه حسن یعنی جلوه‌گری به تظاهر حسن، این منظورش اینه.
و این یک لغتی کلی که خیلی معنا توش هست. این بیشتر اشاره به اون میشه که چه کسی تحت تاثیر چه نوع زیبایی قرار میگیره. این از خوشبختی طبیعت هست خواهم بگم، برای که در دنیا برخواه کسی کسی رو پیدا میکنه که اون زیبایی رو که میخواد درش باشه و این منجر به نزدیکی و محبت و ازدواج و انسال هم بشه. این کرشمه حسنه که این خاصیت داره که این دختر خانم یا اون خانم که میخواد ازدواج بکنه یا فلان و همان از نظر این شخص جالبه، از نظر اون جالب نیست. شما دوست داره که برید به رشته مثلا مهندسی حتما درس بخونید، درس بخونید، اون وقت خیلی جالبه. یکی به ادبیات علاقه، این تنوع علایقی که مردم در پیشه خود، در زندگی خصوصی و در زندگی اجتماعی خودشون دارن، به این میگن کرشمه حسن. این باعث میشه که آدم به اونچه میخواد برسه، و الا اگر این نبود، اگر زیبایی و هنرمندی و همه چی یه حالت به اصطلاح مطلقیت داشت، به طور قطع زندگی بسیار مشکل‌تر بود، به انتخاب شغل هم از اون بدتر. بعد در بیت دوم خیلی جالبه، میگوید که جمال دولت محمود را بزرگ تر عیاض. عیاض که میدونید عیاض پسر یک غلام بود که در دستگاه سلطان محمود غزنوی اونجا زندگی میکرد و اوامر و ارباب خودش رو به عهده میگرفت، و این اسمش عیاض بود. و این عیاض یک کسی شد که بعدها سلطان محمود این خیلی علاقمند شد. و جالب اینه که این عیاض یه پسر بچه بود، خوشگل هم نبود، هیچ چیز زیبایی به خصوصی هم نداشت، پوست سیاه چرده بود، از کنم حضورتون که همچی نامطلوب، حالا نامطلوب که نبود، جذابیت نداشت. و این همه رو از این تعجب آداشته بود که چطور سلطان محمود به همچین شخصی فرسن علاقه داره. اینا این باید بخواد بکر عیاض که این خصوصیات داشت. اصلا اول این زلف عیاض این به خاطر است که پسر بچه بوده که در دستگاه سلطان محمود اونجا بوده، گاه شبها مثلا مهمانی هایی بوده با شکوه و با مشروب و با می و مفصل برگزار میشونه ها. این سلطان محمود احساس میکنه که به این پسر بچه که شاید هم پسر بچه نبوده یه علاقه خاصی داره اینا، و موهای مشکی و بلندی هم داشته که میومد از صورتش آویزون میشده. این نمیخواسته، علاقه داشته که دستی ببره و به این موها بکشه و اینها، ولی میبینه که این عمل هم از نظر شرعی معصیت داره و گناهه، و هم از نظر کسانی که اونجا نشستن عمل جالبی نیست. این در اونجا دستور میده که این زلفش رو بزنه، و عیاض هم به دستور تن در میده و این کار رو میکنه و زلفا در همونجا در هم مجلس میکنه، و در نتیجه سلطان محمود اون گناهی که میخواست مرتکب بشه از اون گناه معاف میشه و اون اتفاق نمیفته. به خاطر اینی که در این عیاض که تمام خصوصیات داشته به هر ترتیب اینها، زلف عیاض رو میبرن، به خاطر همین بوده که میگه که در این جریان اینش مهمه، به خاطر همین. به علاوه هیچ مثلا دلیلی نداشته که سلطان محمود این شخص دل ببنده. جامی هم میگه که نظر به عدل سپاهی است شاه غزنین را، ولی به دیده دل در عیاض می نگرد. جامعه هم اینه بگه که بله، این آدم بود خیلی توجه داشت به همین مسائل نظامی، سپاه های عظیم، همه چی اینا می دونسته، ولی در دل به این عیاض علاقه مخصوصی داشته. در این خط خلاصه قل از کرشمه حسن است و نهاجت نیست جمال دولت محمود را به زلف عیاض،
این خلاصه یه بیان اون مطلب خدمت عرض کردم که در زندگی و در جامعه علائق و تعلقات بسیار بسیار متنوع، هر کسی به چیز علاقه داره، به شغلی، به یک وضع خاصی، حتی به جنس مخالف یا اینها، ولی در این حال همه میرسن و این به خاطر همون کرشمه حسنه که این اتفاق میفته. بلا خیلی اشکالات پیش میمد و این بیان این مطلب خدمتون عرض کردم. غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد، غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز. خب این سیاری ناهید رو که ما میدونیم، ناهید از منظورتون که زهره هم هست، ونوز هم هست، این اسمهای دیگر است که به این کره دادن، یک از سیاره هایش که دور خورشید میگرده و از زمین هم دیده میشه، ستاره بسیار درخشان. و در ادبیات و غزل سرایی حافظ و ایران به طور کلی این سیاره رو سیاره خنیاگری و عشق و عاشقی و زیبایی و این چیزها میشناسن. و دلیلش هم این که در داخل این کره آتش فشانی های بسیار وسیعی وجود داره، به این شعله‌های که حرکته با رنگ های مختلف از دور خیلی منظره زیبایی با خودش میگیره، درست مثل اینکه شما نشستین توی یکی از این هتل های لاس واگاس و نگاه میکنه اون صحنه ها رو با اون رو نورها و رنگ های زیبای خودش. یک همچین چیزی هم در این سیاره زهره وجود داره، به خاطر همین به این سیاره میگن. حالا این سیاره رو با اون زیبایی و خصوصیات خدمت عرض کردم، اینو مقایسه میکنه با غزل سرایی ناهید و با غزل سرایی حافظ، میگه که حافظ اون غزل هاش اینقدر زیباست که در مقابل غزل های حافظ غزل سرایی ناهید دیگه صرفه ای نداره. اونو ولش کن، اینو بچسب، این خیلی خیلی مهمه. غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد، در اون مقام که حافظ برآورد آواز. مثل که تموم شد. بله تموم شد، غزل تموم شد و انشالله که موفق باشید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و در انجام اوامر حاضرم و دوستان هم آمده شدن برای مجادله و مباحثه. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. عرض کنم خدمتون قبل از اینکه بخوام از دوستان اگر سوالی دارن در این مورد، در این روز غزل، یادآوری بکنم که هفته آینده ما در خدمت آقای دکتر بهرام گرامی هستیم که ایشون به اصطلاح ضمن اینکه بحثی در رابطه با یک غزلی که خودشون انتخاب میکنن خواهند داشت، گل و گیاه رو که واقعا تخصص خیلی زیادی در این مورد دارن، گل و گیاه هزار سال، گل و گیاه در به اصطلاح شعر فارسی ایران رو ایشون خیلی قشنگ شکافتن و ما افتخار میکنیم که در خدمت ایشون خواهیم بود. مطلب دوم این که اینجا وقتی که غزلی داره تشریح میشه، مطمئنن میدونید، دوستان همه میدونن که غزل حافظ رو شاید بیش از 100,000 نفر تا حالا هر غزلش رو تفسیر کردن. این غزل قاطعیت مثل فرمول مثلا فیزیک نداره، هر کس میتونه نظر خودشو و اون چی که آموخته از آموخته هاش در رابطه با این غزل بگه، منهای اون که مثلا بعضی از چیزهاش قطعیت داره، مثلا اینکه شأن نزول این غزل چی بوده یا مطالب دیگه یا مطالب دستوریش یا حتی آرایه های شعریش رو اگر نگاه بکنیم که اونا قطعیت داره و همه واقف هستن که مثلا فلان کلمه چه نوع از آرایه های شعری هست،
ولی تفسیر کل غزل یا توضیح کل غزل فرق خواهد داشت. و این اگر کسی از دوستان میاد و خورده میگیره، باز یه نظر شخصی ایشون هست، نه اینکه بخواد شخص گوینده رو خدای نکرده مورد سوال قرار بده و دانشش رو ببره زیر سوال. اینو خواستم گوشزد بکنم که دوستان این رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن. حالا در خدمت دوستان هستیم که اگر در رابطه با این غزل و این به اصطلاح تشریحی که آقای دکتر کردن مطلبی دارن، دست ببرن بالا و سوالشون رو مطرح بکنن و آقای دکتر پاسخشون رو بده، و یا سایر دوستان اگر لازم بود وارد قضیه بشن. خب میبینم که آقای ربانی شما دستتون رو برید بالا، لطفا باز کنید آقای میکروفونتون رو باز کنید. آقای ربانی میکروفونت بسته است. آقای ربانی میکروفونت بسته است عزیزم. خب باز بله شد. باز شد، بفرمایید. عرضم به حضور که در مسئله ایاز هست و مسئله سلطان محمود یه شعر هست، میگه آخر میگن میگه شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق در، به یغما ملک آستین برگشاد از آن، معذرت میخوام باید این چیز رو فراموش میکنم، من به یغما ملک آستین برگشاد و بعدا شعر میگه خودش تاخت و رفت، وقتی نگاه کرد پشت سرش دید که ایاز داره میاد، بعدا میگه به خدمت ز نعمت نپر، من از قفای تو میتاختم ز خدمت به نعمت نپرداختم. اینه که این عیاد به حساب مشهور به این کار که چیز میکنه، به حساب آخر میگن یه قافله از اونجا میرفت سلطان محمود، هر کسی را میفرستاد، مثلا میگفت برو ببین این قافله از کجا اومده کجا میره، میرفت جوابش رو میآورد، میگفت مثلا ببین این قافله از چه میدونم از چه شهری آمده، باده بر هر که میرفت همون رو میآورد. وقتی که ایاز و فرستاد از الف تا یه همه اینا رو گفت این قافله از مثلا شیراز میاد میره اصفهان میره فلان فلان فلان، اینه که ایاز ایازه، یعنی با کسایی دیگه فرق داره. تانکیو، معذرت میخوام، من چون خواهش میکنم. خیلی متشکر میکنه آقای ربانی، رئیس خیلی مطلب ممنون آقای ربانی، خیلی خیلی کاملا متشکرم آقای. درسته، اصلا دلیله، یعنی همه محققین معتقدن که علت این که ایاز اینقدر مورد علاقه سلطان محمود بود این بود که این بسیار آدم درستی بود و خیلی خوب کمک میکرد، خیلی از مطالبی که دیگران نمیگفتن این قشنگ میگفت آنها، نه اینکه فکر جاسوسی بکنه، نه، بسیار آدم با محبتی بود و این کیفیت خیلی خیلی بهش علاقه بودن. از نظر شغلی درسته که این بسیار با سلطان محمود بود، ولی از لحاظ درجات نظامی هم درجه خیلی بالایی داشت، جز ارتشبازها و همچین کسانی از لحاظ صحبت هم که خدا بدنه، این خصوصیات گفتن جمعاً معتقدن که به خاطر رفتار خیلی خوب و اون درستی و خوبی بوده که داشته. آقای رحیمیان در خدمت شما هستیم، بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید و سوالتون رو مطرح کنید. بله، با سلام و درود مجدد خدمت تمام دوستان، خیلی متشکر آقای دکتر معید. من دو تا سوال دارم، یکیش میخواستم ببینم غمزه و کرشمه آیا فرقی دارن با هم؟ اگه فرقی دارن لطفا بگین ببینم. مترادفن، اینا از لحاظ معنی مترادف هستن،
اما احتمالا قمزه عربی است، کرشمه فکر کنم فارسی باشه، ولی هر دو شش داری، کرشمه و قمزه و دلربایی و دلفریبی و اینا همه کلمات مترادفی است که بیان کننده یک معناست. بله آیا غمزه مثلا یه حرکت جسمانیه که مثلا یا چشم یا ابرو یکی انجام میده؟ غمزه کلا چی هست؟ کرشمه که یک حرکات رو طرف انجام میده و اون طرف دیگه هم خب تحت تاثیر قرار میگیره. اگه بخواید انواع و اقسام کرشمه رو ببینید، باید از خانواده بپرسید، چون اونا احتمالا بهتر حرفا رو بلد هستن. ولی هر چی بگید در زبان هم هست، در حرکات چشم هست، در حرکات دست هست، هر چیزی که حالت مطلوبی ایجاد بکنه که شنونده و بیننده لذت ببره و تحت اثر قرار بگیره، می میگن کرشمه. یعنی یه حرکتی که تولید یه هیجان میکنه در طرف مثلا. طوری به هیجان میکنه، اما حتما حرکت نیست، کلام ممکنه باشه، تغییراتی که در جسم انسان وجود میاد اون میتونه باشه. فرض که اگه یه خانم رقاصه رقص قشنگی میکنه، خود اون حرکات هم کرشمست دیگه، برای که اون منظور درش مستطر هست. بله، خب سوال دومم در مورد همین سلطان محمود و ایاز هست و خب کلا این غزل مخاطبش همینجوری که شما گفتی شاه شجاع هست. میخواستم ببینم این رابطه حافظ و شاه شجاع آیا همون اندازه تنگاتنگ مثل محمود و از ایاز هست که در اینجا ازش صحبتی شده؟ نه ابدا، اون بیشتر رابطه حافظ با کی شد اسمش شاه شجاع. با شاه شجاع یه رابطه سیاسی بود، یه رابطه ادبی بود. حافظ شاعر بود، شاه شجاع هم شاعر بود، هر دوشون شعر بود، اشعار بسیار زیبا در این بابت با همدیگه رقابت هم داشتن و گاهی حافظ ناراحت می شد اونم جوابش می داد و بالعرش حتی میگم به خاطر همین جریان یه مدتی شاشجا از حافظ خوش نمی آمد. روابط سیاسی بود، اجتماعی بود، ارتباط بود. این موضوع که عرض کردم چه یه امر خیر عادی است. ببینید پادشاه میتونه یک صد تا هزار تا معشوقه داشته باشه، حتی کسان از خوب به جنس مخالف علاقمندن فرق نمی کنه. اما به این شکلی که یک پسر بچه باشه که زیبا هم نباشه، خوشگل هم نباشه، هنری هم نداشته باشه، پدرش هم تو همون دستگاه جز غلامان بساط بوده باشه، اینها این خیلی قمصری است. میخوام ببینم که علت چیه که یک همچه آدمی با اون خصوصیات اینقدر برای شاه محمود. سلطان محمود، برای سلطان محمود این همه عزیز شده. درباره بحث اینه که بعضی ها معتقدن که روابط جنسی هم بین اینها بوده، بعضی ها میگن نبوده ولی به سرعت بوده. خب یه همچین بحثی فرق داره با اون که شما فرمودید. در اون قسمت اول به کلی از این جداست، اونجا روابط اجتماعی، ادبی، شغلی، سیاسی وجود داره، اینجا روابط عشقی. تنها چیزی که میشه گفت بهش اشاره کرد همین بود که این خیلی یک پسر معقول و خیلی مؤدب بوده و خیلی به اصطلاح حسنیت داشته و آدم به اصطلاح معتقد بوده به سلطان محمود. خیلی متشکرم. آقای فرهنگ شما دستتون بالاست، لطفا میکروفونتون رو باز کنید. بفرمایید. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و سپاس از جناب آقای دکتر معید. من خواستم این نکته را به عرضتون برسونم که
من دعوت کردم از سرکار خانم فریبا شریعتی که ایشون ادیب هستند، مدرس ادبیات بودند، سخنورند، که به مجلس ما تشریف بیارند و باعث رونق این جلسه بشن. ما به دو دلیل این جلسه را مهم میدونیم. اولا اینکه میدانیم که حافظ بزرگ شاعر برگزیده ما ایرانی ها هست، شاعر برگزیده است، و میخوایم که این جلسه حافظ خوانی را داشته باشیم. دوم اینکه به نام نامی دوست از دست رفته و بسیار دوست داشتنیمون آقای مسعود سپند این جلسه نامگذاری شده، که میدونیم ایشون شاعر خوبی بود، آدم فروتنی بود و بسیار اطلاعاتش خیلی خوب بود. برای اینکه اسم ایشون زنده باشه، اسم سپند رو روی این جلسه گذاشتیم. از این نظر ما در صدد هستیم که کسانی که میتونن به هر نحوی در این جلسه مؤثر باشن دعوت کنیم که بیان اینجا و با گفتار خودشون و نظر خودشون به اصطلاح جلسه را پربارتر کنند. من خواهش میکنم از خانم فریبا که اگر در این مورد سوال نظری دارند و یا صحبتی دارند بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای فرهنگ و سلام خدمت همه عزیزان دارم و درود به روان پاک آقای سپند که به هر حال حقی بر گردن ادبیات ما دارم. من نکته‌ای که دوستمون سوال کردن در مورد تفاوت غمزه و کرشمه، همطور که جناب دکتر فرمودن، کلمه غمزه یک کلمه عربیه و کلمه کرشمه در اصل معرب شده یک کلمه گرشم هستش. یعنی ما در فارسی باستان کرشمه نداشتیم، گرشم داشتیم، که اعراب به خاطر اینکه که رو نداره، گه رو ندارن، اینو معرب میکنن و به صورت که تبدیلش میکنن و یه دونه اون های بیان حرکت یا های تأنیث با آخرش اضافه میکنن که در واقع این کلمه کاملا دست خورده است. که خود حافظم در این رابطه میفرماین که پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز، بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی است. در واقع کرشمه در فارسی ایران بار مثبت 100% نداشته، حرکاتی با چشم و ابرو بوده برای اینکه عقل ربایی کنه، و اونجا که ما میایم میگیم که در مملکتی دو خسرو نمی گنجد، یکی عشق و دیگر عقل، که کرشمه میاد که جایگاه عقل رو در واقع بگیره. و این غزل هم که جناب دکتر فرمودن دقیقا به قول استاد بزرگ ما آقای دکتر غنی میفرمایند که دقیقا تو سال 767، یعنی مقارن با جلوس شاه شجاع، این غزل سروده میشه. همطور که همه عزیزان خیلی بهتر از من میدونن، غزلیات حافظ چند جنبه داره، یا عاشقانه هستند، یا عارفانه هستند، و یا اجتماعی، و یا اینکه گاهی اوقات ترکیبی از عشق و عرفان، یا ترکیبی از اجتماع و عرفان، که این غزل در واقع با تدبیر و تحقیق بزرگان ما میفرمایند که ترکیبی از مسائل اجتماعی و عرفان بوده. اونم دقیقا زمانی که شاه شجاع به جای ابو اسحاق اینجو یا همون امیر پیر حسین، وقتی که در واقع از کار برکنار میشه و شاه شجاع به جای ایشون دوباره منصوب میشه، حافظ این غزل رو میفرمایند که خدا را شکر که خداوند با دل من همراهی کرد و اون کسی رو که من دوست داشتم که جلوس کنه جلوس کرد.
و عمدن حافظ از وزنی استفاده میکنه به نام وزن مجتز، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن، که این زیباترین و لطیفترین وزن شعر فارسیه. در واقع این یک حسنی که این غزل داره اینه که با لطافت هرچه تمامتر خوش آمد میگه به شاه شجاع. اما بیت دوم دوباره حافظ برمیگرده روی کار اصلی خودش، یعنی روندگان طریقت ره بلا سپرند. حالا بعضی وقتا بعضی ها سپرند این رو، من دیدم که تلفظ کردن، البته ماشاءالله این جمع نه، ولی در جمع های دیگر که این همون فعل سپردن فارسی یا طی کردنه، و حتی به ایهام هم سپردنش به اعتقاد بنده البته به ایهام هم نادرست میشه. و برمیگرده حافظ به این که ما میدونیم که راه طریقت، راه عرفان، راه بلاست، که در واقع میگه عشق بازی را تحمل باید ای دل پایدار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. یعنی مرتب داره میگه، میگه اگر سختی در این مسیر هست، در مسیر عرفان، در مسیر سیر و سلوک، باید به دیده منت پذیرفتش، که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. ما میدونیم که در راه طریقت یا در وادی عرفان یا در سیر و سلوک عارفانه حتما بلا چاشنی راهه، و اینجا که میگه رفیق عشق، در واقع مقصود حافظ اون عارفیه که در این وادی قدم میذاره و اینطور میگه که سختی ها، نشیب و فراز ها، ناملایمات و ناهمواری ها به هیچ وجه روندگان طریقت رو خسته نمی کنه. و بیت سوم، من فقط در مورد بیت سوم صحبت کنم و بعد جلسه رو به خودتون واگذار کنم پر حرفی نشه، اینه که چون در وادی عرفان مرتب به رازداری و سکوت و پر حرفی نکردن تأکید میشه، اینجا باز حافظ میگه غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب، که نیست سینه ارباب کینه محرم راز. حواستون باشه که مبادا این غم برملا بشه، چون به قول حلاج خود این غم درونی دارای فیض و خود این غم انسان رو صیقلی میکنه و انسان رو شفاف میکنه و میگه که درد عشق ارچه دل از خلق نهان میداری، درد عشق ارچه دل از خلق نهان میداری، حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست. سپاسگزارم از همتون، حوصله کردید و به من فرصت دادید. ممنون از شما استاد بزرگوارم آقای دکتر معین. خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزاریم خانم شریعتی، واقعا من سپاسگزارم. خیلی جالب فرمودید، خیلی هم خوب شکافتید. انشاءالله در جلسات آینده هم حتما از دانش شما ما بهره مند بشیم. لطف فرمودید، ممنونم. برنامه ریزی خواهد شد انشاءالله، در خیلی ممنونم. یک جلسه هم خواهیم بود انشاءالله. ممنونم، لطف فرمودید. خواهش میکنم. عرض کنم معذرت میخوام، رندگان طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که خالی از هنر است. شما هم درست میفرمایید. بله درست گفت، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتون، اگر دوستان دیگری آقای پاک نژاد، آقای بله، آقای بله 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 آقای وسال، ما
در خدمت شما هستیم، ولی این اگه شما لطف بکنید با این علامت دستی که اونجا هستم چیز بکنید، چشم من بهتر خواهد دید. زرد، چون اون دست پنجه‌ای که میاد بالا به وسیله الکترونیکی هست اونجا، اون پنجه الکترونیکی رو ببرید بالا خیلی جالبتر خواهد شد. ولی بفرمایید تا بعدا در خدمت هستیم. به شما عرض بشود که اولا از آقای دکتر خیلی تشکر میکنیم که اون به خصوص اون مسئله قرص کرشمه حسن است قشنگ شکافتند، و ضمناً داستان ایاز و سلطان محمود داستان پیچیده است که یک شخصی که هم تقریبا میشه گفت ندیم و هم سرلشکر یکی از بزرگان لشکر بوده و به قول ایشون همچین حسنی هم نداشته است، به اون شدت با شدت تمام به معشوق در حقیقت بوده، معشوق سلطان محمود بوده است. اما میخواستم یک مطلب دیگر خدمتتون عرض کنم در اون بیت چهارم که میگه اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است، من آن میگم که از این عشق بازی آیم باز. در اینجا عرفا و اهل طریقت میگن که خداوند تبارک و تعالی عاشق خیشه و از عشق دیگران مستغنی است. حافظ در اینجا به این مسئله اشاره میکنه که اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنی است، یعنی اشاره به همون آیه یا آیه است یا روایتی است که خداوند تبارک و تعالی عاشق خیش است و به عشق دیگران احتیاج و نیازی ندارد. خواستم این رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی متشکرم جناب آقای وصال، خیلی ممنونم. تفسیر و تشریحی که از غزلهای حافظ میشه معمولا یه مقدارش هم برمیگرده به جهان بینی افراد. یعنی من خدمتتون گفتم قاطعیت نداره که حتما حالا منهای صنایع شعری و سایر مسائل ادبیش قاطعیت نداره که حتما، شما هم درست میفرماید، یا اون کسی که این قسمت رو اینطوری تشریح داده هم درست میگه و هیچ مغایرتی با گفته خانم شریعتی و آقای دکتر معید نداره. خیلی متشکرم از توضیحی که دادید، سپاسگزاری میکنم. اما اگر دوستانی دیگه هستن که میخوان، آقای جعفری شما چیزی دارید برای اضافه کردن؟ نه من حرفی ندارم. خیلی متشکرم. آقای گرامی شما رو ساکت من میبینم، کجا تشریف دارید؟ بنده قول باید همینجا در خدمت مستقر. برام جان آخه چهرته که من نمیبینم فکر میکنم نیستی. حالا اجازه بده تمام اینا رو عرض میکنم. اولا من چهره رو نشون نمیدم به خاطر شماست که با این سر روی آجفته روبرو نشد، بگرم به خاطر خودم نیست، ملاحظه شما رو میکنم. یکی همینطور که میدونید من آدم کم حرفی هستم، نه خجالتی، هر وقت حرفی باشه میزنم. اینم دوتا. سومی که من داشتم با توضیحات سرکار خانم فریبا شهیتی واقعا حال میکردم، ولی ما رو نصف راه رها کردن. بعد از سه بیت یک دفعه من تو ذوقم خورد. و نکته آخر این که من غافلگیر کردید رضا جان، من با کمال میل و افتخار هفته آینده خواهم بود، ولی هیچ فکری نمی کردم چون قبلا با من نگفته بودیم، قول و قراری نداشتیم، در واقع یه حالت غافلگیری شد. چشم، در خدمتتون خواهم. آقا به شما سنتون اونقدر بالا نیست که فراموش بکنید، این قراری بوده که ما خیلی وقت پیش گذاشتیم و قرار شد یک هفته میون شما تشریف داشته باشید. یک هفته من رضا جان من تجاهل نمی کنم، اگر قرار بود اعتراف میکردم. اگر از این به بعد قرار یک هفته در میون باشه چشم، نخواهم گفت که نمیدانم چشم، ولی نمیدانستم به واقع دارم. انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، در خدمت شما و دیگر دوستان خواهیم بود. خیلی متشکرم. ظاهرا مطلبی دیگه در رابطه با این غزل زیبا و جالب نیست، کسی دستی من نمیبینم بالا برده باشه. خواهش میکنم از جناب آقای پول یک میان پرده بگذارن تا قسمت دوم و جالب برنامه رو بعدا در خدمت دوستان باشیم و شروع بکنیم. خیلی سپاسگزارم. آقای پول بفرمایید. شهریار جان شما بفرمایید.
شهریار، آقای جیوه. Hey, it's me, your skin. I crave being done with acne, but treating leaves me red, flaky. Thank you.
خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون. نمیدونم شعر نیست که آهنگ تکمیل نشد، حالا شاید هم تکمیل شده باشه یا شما همین قدش رو داشتید. بر ترتیب از کارش اجاز بود که به اونجا نرسیدیم. بله این توی ابو عطا بود، بعد اجاز رو باید میخون که نخون، اصل قضیه بله اون بله بود. بله من میگم و باید به صورت تکمیل میشد که تکمیل نشد. خب به قسمت دوم. قربانی ببخشید، این کلیپ هایی که 3-4 دقیقه بیشتر نیست، تقصیر بله ما نیست. ایشون بله خانم نوشین غیور هستن، چند روز پیش هم تولد 31 سالگیشون بود. خب ببخشید، صدای بسیار زیبایی دارن، دست شما درد نکنه با انتخابی که کرده بودید. به قسمت خودشون هم دوم، زیبا. به قسمت دوم برنامه میرسیم. شروع میکنیم با غزلی از جناب آقای شادروان مسعود سلبند که توسط آقای مسعود وکیلزاده اجرا میشه. آقای وکیلزاده شما لطف بکنید و یکی از غزلهایی که انتخاب کردید مربوط به آقای سپند بخونید تا برنامه رو ادامه بدیم. با درود مجدد به یاران و همراهان عزیز انجمن سخن سپند، حسب المعمول هفته یکی از غزلهای روانشاد مسعود سپند تقدیم حضورتون میکنم. انشاءالله که از این غزل استفاده ببریم و یادش گرامی بداریم. اسم این غزل هست آزان نیست، آسان نیست. اهرمن، ترک وطن آسان نیست، ترک آن خاک کهن آسان نیست. پیش تو کندن جان آسان است، ترک یک جان ز بدن آسان نیست. ریشه در خاک خراسان دارم، ریشه کردن من آسان نیست. تا ابد پارس خدیجی داریم، انگ تازیش زدن آسان نیست. خون شمشاد قدان می نوشی، خون شمشاد قدان می نوشی، ننگ ضحاک شدن آسان نیست. رشک خورشید جهان افروزند، در کفن کردن زن آسان نیست. فصل گل غنچه لوان می شکفند، غنچه بستن به کفن آسان نیست. فکر تو بوی لجن دارد و بس، فکر تو بوی لجن دارد و بس. صحبت از مشک ختن آسان نیست. اهرمن، ترک وطن آسان نیست، ترک آن خاک کهن آسان نیست. روحش شاد و یادش گرامی. روانش شاد، خیلی متشکرم. در خدمت آقای وصال هستیم. آقای وصال بفرمایید شما. با درود مجدد، رونویسی شعری ز روی آن رخ زیبا نوشتم، چون برگ گل لطیف و فریبا نوشتم. چشم تو را دو مصرع از مطلع غزل، بر منظر طلوع تماشا نوشتم. باشد که تا شعار به محراب عاشقان ابروت را دو بیتی زیبا نوشتم.
از آن چهار صف زده مژگان مشکبام زیباترین رباعی دنیا نوشتم. از پلک چشمهای تو بر وزن برگ گل منظومه ز خواب و ز رؤیا نوشتم. از چین و چین زلف بلندت چه کامه‌ای بر موجهای ساحل دریا نوشتم. از آن لب و دهان تو اما سروده‌ای بر برگ غنچه های شکوفا نوشتم. شاید که تا مرور کنم قامت تو را چندین قصیده زان قد و بالا نوشتم. این عاشقانه را ز لب خود بدان امید با بوسه ای کنیش که امضا نوشتم. به به به، خیلی ممنون. آفرین. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. خانم شهرزاد، شما برای امشب برای ما چی دارید اگر تشریف دارید؟ خانم شهرزاد، خانم شهرزاد، خانم شهرزاد سرما خورده بود دیروز که نمیتونست صحبت کنه. من نمیدونم الان میتونن یا نه. خب من خبر که نداشتم و نمیدونم که میتونن. صداشون گرفته. در ترتیب آقای افراخت، شما بفرمایید. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، من یک غزل از سعدی میخونم با اجازت. بفرمایید. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آنکه ما در طلبش جمله مکان گردیدیم. همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید روی بنمود، چو خفاش نهان گردیدیم. گفته بودند به خوبان که نباید نگریست، دل ببردند ضرورت نگران گردیدیم. صفت یوسف نادیده بیان می کردند، با میان آمد و بی نام و نشان گردیدیم. گفته بودیم به خلوت که دیگر می نخوریم، ساقیا باده بده که از سر آن گردیدیم. تا همه خلق بدانند که ما پیر بودیم و دگر باره جوان گردیدیم. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو میایید، که ما صید فلان گردیدیم. گو میایید که ما صید فلان گردیدیم. با سپاس و تشکر. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای رحیمیان، شما میکروفونتون رو باز کنید ببینیم امشب چه فرمایشی دارید. بله، با درود مجدد خدمت دوستان. من به خاطر اینکه آقای بهرام گرامی شرکت کردن در این برنامه و خیلی خوشحال کننده است برای ما، یک مناظره گل و بلبل از کتاب ایشون انتخاب کردم و فرقش رو با یک مناظره گل سرخ و بلبل که قطعه ای هست که گوته گویا گفته، آلمو گوته آلمانی، و اخوان سالس اونو ترجمه کرده به نام گل سرخ و گلچین. من در ذهن میخواستم بگم که این کتاب گل و گیاه و دکتر بهرام گرامی رو من دارم و هفته پیش گفتن که دو راه دارید که اینو بخرید، یکی از شرکت کتاب یا از آمازون. من راه سومی داشتم که مسافر از ایران می اومد
و اینو برای من تهیه کرد و آورد. به هر صورت دکتر بهرامی، واقعا دکتر گرامی، تو این کتاب بسیار زحمت کشیدن. من فکر میکنم سالها طول کشیده این کتاب رو تهیه کردن، شعرهای بسیاری رو کاور کردن و واقعا دستشون درد نکنه. خیلی ممنونم قربان. خواهش میکنم. این مناظره گل بلبل از جمله همین که میگم شعرهای بسیاری رو واقعا کاور کردن. این به نام محبت نامه اثر عماد فقیه کرمانی هست. حالا بلبل به گل میگوید من از شوق رخت شب ناغنوده، تو روز و شب به خنده لب گشوده. مرا این قصه هر دم میبرد هوش، که هر شب میکشد خارت در آغوش. تو را زیبد جمال از دور دیدن، به چشم پاک در منظور دیدن. به عشقت همتی قاصر ندارم، که شهوت با تو در خاطر ندارم. شبم غمگین چو بینم بر سر شاخ، که میبوسد دهانت باد گستاخ. مرا زان روی خنده در دهان نیست، که مانند تو هم زر در میان نیست. و در پاسخ گل میگه که چمن را گر نوایی هست از توست، مرا هم گر سنایی هست از توست. توی آن مطرب خوشگو که گلزار، به آواز تو دارد گرم بازار. به سالی هفته مهمان باغم، شبستان بساتین را چراغم. تبسم می کنم در روی عالم، ولی دارم از او هر لحظه صد غم. به صد زاری فرو آرند از شاخ، برندم سوی هر بازار و هر کاخ. مرا چون دل پر از اندیشه دارد، چه غم گر بلبلی غم پیشه دارد. این یا این یه نوع نگاه فرهنگ ایرانی شاید به مناظره گل و بلبل، و ببینیم گوته و در فرهنگ اونا چی میگه. این به نام گل سرخ و گلچین هست و یک ترکیب، به صورت یک ترکیب بنده. کودکی تازه گل سرخی دید، که به دامان چمن میخندید. بود آن گل به فریبایی صبح، خنده کرده به زیبایی صبح. کودک آسیمه و خوشحال دوید، وان گل تازه ز نزدیک بدید. گفت به به گل سرخ ای گل من، گل رخشنده به دامان چمن. تو عروس چمنی به به به، بوت زیبای منی به به به. گفت کودک که تو را می شکنم، ای فریبنده عروس چمنم. گل بدو گفت بیندیش ز من، بر حذر شو که خوری نیش ز من. زنمت خاری اگر دست زنی، که تو پیوسته از آن ناله کنی. گفت به به گل سرخ ای گل من، گل رخشنده به دامان چمن. تو عروس چمنی به به به، بت زیبای منی به به به. آخر آن کودک وحشی ننشست، گل زیبای چمن را بشکست. چمن افروز سر غیز آمد، گفت آخی و بدو نیشی زد. کودک وحشی شوخ گستاخ، اعتنایش نه به نیش و نه به آخ. گفت به به گل سرخ ای گل من، گل رخشنده به دامان چمن. تو عروس چمنی به به به، بت زیبای منی به به به. همچنان نیش تحمل می کرد، خنده بر دلبری گل می کرد. هر کسی با گل نازایینی، ناز شستش که شود گلچینی. گل که با بلبل سرسنگین است، لایق دست همان گلچین است. باید افکن حیا را به زمین، چید گل را و چنان چون گلچین. گفت به به گل خوب گل من، گل رخشنده به دامان چمن. تو عروس چمنی به به به، لایق دست منی به به به. و از این که این دوتا رو با هم خوندم، میخواستم بگم که دوتا واقعا نگاه مختلف به این
پدیده بسیار زیبای گل و بلبل هست. با خیلی سپاس فراوان. خیلی ممنون رضا جان، اجازه میدی من دو سه بفرمایید دقیقه بفرمایید مسئله بگم؟ بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی ممنون که از این کتاب نقل فرمودید. 6 صفحه قبل از این مناظره زیر یه فصلی از زیر عنوان گل و بلبل در ادب فارسی به تفصیل اونجا آمده و اگر شبی روزی فرصتی بود در این باره ها خیلی میشه صحبت کرد. من خیلی خلاصه میکنم در اینکه اصلا بلبل گل رو نمیشناسه و سراغ گل هم نمیره و اصلا در عالم بلبل چیزی که نیست گل، گل در چشم بلبل هیچ فرقی نمیکنه که این گل سرخ یا قالب صابون کنار حوض یا چیزی. اینها پندارهای شاعرانه ای هست که من 4 یا 5 تاشو پیدا کردم، به کلی بی اساس و بی پایه است، اما اگر از ادب فارسی اینها رو خارج بکنیم چیز زیادی باقی نمیمونه. چقدر خوبه اینها در ادب فارسی هستن، زیرا اگر بلبل خیلی که دیگه بخواد حوثی داشته و به قول معروف خوشخوشانش بشه میره سراغ بلبل ماده، کاری به گل نداره، منتها این پندار شاعرانه وجود داره و باز دوستان میدونن که بلبل شب میخونه و این که میگن مرغ سحر، نه اینکه صبح الارم کلاک گذاشته حالا صبح شده اومده بیرون، از شب خونده حالا که به صبح رسیده. و یه بحث خیلی شیرینی هست که اگر یه وقتی، خیلی از این مباحث زیاد هستن، فرصتی شد درباره اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون. خیلی متشکرم آقای گرامی عزیز، خیلی ممنون. آقای رحیمیان انتخاب خیلی خوبی کرده بودی و واقعا این رو من در کتابشون هم خوندم چند روز پیش و خیلی شما جالب اجرا کردید. خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. آقای گرامی از کتابی هم که برای من فرستادید خیلی سپاسگزاری میکنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون در خدمت آقای فرهنگ هستیم. آقای روستایی بفرمایید چون. با عرض ارادت مجدد، اولا من میخوام تشکر کنم از جناب آقای دکتر گرامی عزیز که با این دانش وسیع و عمیقی که دارن قرار شده که 1 هفته در میون ما رو به فیض برسونن و اطلاعاتمون بیشتر بشه. من میخوام یه سوال ازشون بکنم. اون دفعه فرمودید، خانمم گفتش که خیلی سریع مطالبتو گفتی، این دفعه از تو نپرسید همون سوالو؟ خب اولا که اون دفعه نبود، دفعه ما قبلش بود. نه منظورم اینه که من طبیعتا که جرئت ندارم نکنم، گوش به حرف ایشون کردم و بار قبل آرامتر صحبت کردم. دومی که ایشون به نظر من نه هیچ فرقی نکرده بود و من به این دلیل اینو عرض میکنم که ما دوست داریم که تمام این اطلاعات رو به تدریج و آهسته آهسته بگیریم، در مغزمون جا بدیم و حفظ کنیم اینا رو، ازشون بهره ببریم. خواهش میکنم آهسته تر لطف بفرمایید و با سرعت کمتر برای ما تمام این اطلاعات رو به تدریج بیان بفرمایید. از لطفتون ممنونم، من اطاعت میکنم، حتما این کار میکنم. فقط چیزم رو بگم، نه تعارف نداریم با هم، یعنی من عادت به تون صحبت کردن ندارم. دلیل این که کمی با دور تون صحبت میکنم، حالا شما میفرمایید چشم، من دارم راست حسینی دارم خدمتون میگم، فکر میکنم یه خورده طولانی حرف بزنم و مکس های شما میدونی من چی میگم، مکس های آلمانه عمدی که الان به خصوص در ایران خیلی مد هست. من آره از باب تفریح من یه کم اینجا ادا در میارم، تحمل بفرمایید، که دوستان نشستیم میگه که حاج حافظ در اشعار بسیار خوبی که داره، من آقا 10 دقیقه صحبت میکنه، شما 1 ساعت نمیتونید بنویسید. من که متهم نشم به این که من با دادارم فضل فروشی میکنم و مکس های آلمانه میکنم، یه کمی از اون بری افتادم. حالا این دفعه تلاش میکنم که حتما با سرعتی که مطلوب شما هست صحبت بکنم. چشم. ممنون از شما جناب دکتر. هر شبت که اون دفعه من دیدم که جناب پروین خانم سنی خاتم، همسر محترم آقای افراخته، سوالی کردن راجع به ایهام و ابهام. همچنین دوستی که در اون هفته بودن آقای نیر احمدی، مثل این که راجع به ایشون سوال کردن و به درستی آقای دکتر
گرامی فرمودند که اینا دو چیز کاملا اصلا متضادن. ابهام یعنی یک کلمه است یا یک جمله کوچیکه که آدم چیز از این سر در نمیاره، بر سر دورایی میمونه، گیج و گنگ میشه، در حالی که ایهام وقتی یک کلمه رو نویسنده یا شاعر به کار میبره که دو تا معنی از اون به ذهن میرسه. و کاملا درست که من خواستم چون اینو قبلا هم گفتن در این باره چند تا مثال بزنم که خوب باشه. عرض شود در جلسات قبل که من راجع به ایهام صحبت کردم گفتم که یک ایهام یک کلمه ایه که شاعر توی شعرش میاره با دو معنی، مثل اینکه با یک تیر دو نشان زده باشه. همین. اولا در ادبیات همجوری معمولی ما غیر از شعر هم این ایهام هست. یادمه که در گذشته بعد چهارشنبه سوریا وقتی تحت کنترل پدر خانواده بود، اینطور حالا وحشیگری بچه ها تو ایران میکنن نمیکردن، بوته آتش میزدن تو خونه، در روستاها و در شهرها با وانت میآوردن و این بوته ها رو میفروختن، قبلا میخریدن و در تهران هم بود، همه ما سن و سالمون به اونجا میرسه. معمولا بعضی ها میگرفتن قبل از چهارشنبه سوری این بوته ها رو تو خونه نگه میداشتن. توفیق یک مقاله طنزی نوشته بود بی بوته در شب چهارشنبه سوری، که این بی بوته اینجا کاملا یک ایهام داره، یا بوته تو خانش نبوده یا آدم بی ریشه ای بوده. از این چیزا تو ادبیات ما هست، این میشه ایهام. یا مثلا سعدی میفرماید هزار سرو خرامان به راستی نرسد، به قامت تو گر سر بر آسمان ساید. بله، یعنی اینجا میگیم به راستی مقصودش چیه در واقع، یا به راست قامتیه. این دو تا معنی از این به راستی به ذهن ما میرسه. یا در جای دیگه مثلا میگه که دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، که اینجا باز میگیم که این شیرین اسم معشوقه فرهاده یا خواب خوشه. شیرین صفت یا اسمه؟ اینجا میگیم شیرین ایهام داره. بزرگترین و بهترین ایهام ها را حافظ داره. من به دو سه موردش اشاره میکنم. میگه سرو چمان ما من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند، دی گلیز تو رش کردم و از سر فسوس خودم تو نرم آدم گفت، که این سیاه کج گوش به من نمی کند، تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. اینجا میبینیم با طره و با گیسو شروع کرد، ما را انداخت به چین زلف، سر از کشور چین در آورد. توجه میکنید چین زلف، بعد میگیم زان سفر دراز خود از وطن نمی کند، میگیم چین چی شد و داستان چی شد. این میشه یه ایهام قشنگ. یا در مثال دیگه میفرماید در غزل دیگه صبح هست، ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شراب، شتاب کن، تا میرسه به این بیت، روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. میگیم این چرخ چی بود؟ صحبت از کاسه کوزه سفالیه. آیا این چرخ سفالگریه یا چرخ و فلک گذشت روزگاره؟ روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. جای دیگه من میگم یه دونه دیگه رد میشم از حافظ. میفرماید که یاریان در کس نمیبینیم، یاران را چه شد، دوستی که آخر آمد دوستداران را چه شد. میرسه به این بیت، میفرماید زهره همینطور که الان فرمودن جناب دکتر ناهید یا زهره، این سیاره‌ایه که به خونیاگری، به رامشگری، به نوازندگی معروفه. زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت، از بین تمام سازها عودو به کار میبره که هم
عود اون میگیم اون سازه سوخته یا اون چوب خوشبو سوخته. اینه که حافظ بسیار از این ایهام ها داره در اشعارش. من دو تا دیگه میگم که طنز مانند هم هستن و تمام میکنم. هر شود که مال انوری این: دی محتسبی به راه میرفت، در دست گرفته چوب ارزن، محروزنکی گرفته میزد، نظاره به او ز بام و روزن. پرسیدم از آن میان یکی را، از چیست که میزند بر آن زن؟ گفتا زنکیست روسبی این، وان محتسبیست روسبی زن. ببینیم بعد ایها میداره، بعد ایها میداره. این زن رو میتونیم بون فعل زدن تصور کنیم، خب میشه یه جوره، یا میتونیم اگر اسم بگیریم خب ببینیم بعد جوری میشه. یکی دیگه هست که میگم تموم. هر چقدر میگه به گلپایگان رفت مردی ز اردو، که قاضی شود صدر راضی نمیشد. صدر، صدر العلماء، رئیس حوزه علمیه، میگن که اون باید حکم قضاوت رو میداد دست هر کس. به گلپایگان رفت مردی ز اردو، که قاضی شود صدر راضی نمیشد. به رشوت خری داد و بستد قضا را، اگر خر نمی بود قاضی نمیشد. اینجا میبینیم تو مصرع آخر خر دو مرتبه میتونه اسم باشه یا صفت باشه برای اون قاضی. ببخشید، با عذرخواهی از کسانی که دراستی و بدون سر سوزن تعارف خیلی استفاده کنید. کلامتون گرم هست و انتخاباتتون هم همیشه خوب هست. خواهش میکنم، لط داری جناب. خیلی متشکر آقای فرهنگ. جناب آقای گرامی، یک چیز من عذر میخوام، یه نکته اضافه کنم. خانم فریبا مسکن نیستن دیگه الان. بله نیستن، رفتن. بله، ایشون گفت از 7:30 صبح تا 9:30 هر روز در کلاسی در زوم در ایران شرکت میکنه. این سه شنبه ها را سعی میکنم نیم ساعت، یک ساعت، نیم ساعت با تاخیر اونجا شرکت کنم. اگر رفته بدون خدافظی رفت به من گفته بود، این عذر منه، مشکل منه. نه، ایشون خدافظی کردن در چت، خدافظی کردن در چت، خدافزی کردن از همه دوستان. آها، پس اگر در چت خدافزی کردن، به هر حال گفت سعی میکنم که سه شنبه ها یه نیم ساعتی اون کلاس دیرتر برم، بیام در خدمت دوستان. بسیار هم خوب، خیلی متشکر. اما شما برای ایهام یک چیز اصلی رو که مال مولانا بود، که همه هم به قول معروف اینو میدونن، نگفتید. اونم آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه. این جناس رضا جان، این رو بحث جناسه. شیر از کادم میخورد، وان دیگر شیر از کادم میخورد. این بحث ایهام نیست رضا جان، این بحث جناس. جناب پاک نژاد، اگر اجازه بدی، خدا شاهد من اصلا تصویر داشتم امشب لب باز نکنم، وقت عزیزان رو نگیرم. ولی در مورد این مثالی که زدی دو تا نکته هست بگم. تا خواستم بگم جناب فرهنگ یکیشو گفتن، حالا دومیشو من میگم. یکی اینکه این جناس به معنای اینکه یک کلمه در یه جای یه معنی میده، در جای دیگر معنی دیگه میده، یعنی در جای واحد معنی نمیده. این یه موضوع. دوم این که ما ایرانی ها الان 6 حرکت داریم، هممون میدونیم، ا او ا و ا او ای، ولی در واقع این 8 بوده. و شما وقتی به افغانستان یا تاجیکستان که تشریف برین، اون دوتا رو میبینید، اون دوتا وجود داره. تمام تاجیک ها رعایت میکنن، ما ایرانی ها نمیشناسیم. یکی از اون دوتایی که ما نداریم و اونها دارن، من حالا چون در امریکا هستیم میتونم خوب مثال بزنم، این کلمه make، sail، یعنی کلماتی که آخرش ای هست و از آخر سومی ای هست، مثل make و made و sail. این ای که ما اصلا در ایران الان تلفظ نمی کنیم، در مورد این شیرها هست. این یکی شیره، یعنی اون که میخوریم شیره، اون که دو جنگله شیره، یعنی تلفظ ای داره. بنابراین برای ما ایرانی ها هر دوش یکیه و به قول جناب فرهنگ این جناسه. اگر شیر شیر بود جناس بود. حالا من میخوام یه ایراد کوچیکم بگیرم. اگر به تلفظ تاجیک ما برگردیم و اینو به جای خودش کان، یکی شیر میخواد در بادیه و اینا، همه اینا، یکیش شیر بگیم و یکیش شیر بگیم، با اجازه جناب فرهنگ، حتی جناس هم نیست، چون گوینده و شنونده میداند که این چی هستش.
میبخشید از اینکه این توضیح دادم. بله خیلی متشکر، خیلی ممنونم. آقای دکتر مایر، شما دستتون رو بره بودید بالا. آقای مایر ببخشید، با عرض سلام مجدد، من دیگه یادم افتاد ولی الان یادم افتاد چون بس بسر این به صلاح قدر هایی بود که جناب دکتر گرامی عزیز میخونند ما استفاده میکنیم. یک مطلبی که من حس کردم، البته شاید برای دیگران اینجا نباشه ولی من حس کردم، این است که ما در این غزلهایی که داریم معمولا یک غزل رو همه میخونن، تمام کسانی که در کلاس شرکت میکنن از گوینده بگیرید تا زمانی که دیگران هم جز شنونده هستن. غزل که تموم شد بعد درباره این غزل یک سوالات رو دارن. این سوالات پیش نمیاد مگر اینکه آدم غزل رو قبلا خونده باشه. یک اشکالی که به وجود اومده و من حس میکنم این است که شما غزلهایی که درباره گل و گیاه و امثال رو هست که بسیار هم عالی و بسیار هم خوبه و هر یک اینها در به اصطلاح یک گل یا دو تا گل در یک مصرع یا دو مصرع در یک غزل یا چند غزل هست، بعقیده من بایست شما این غزلی که قراره هفته آینده بفرمایید و ما بشنویم این شمارش رو قبلا بفرمایید از همون گنجور که ما بخونیم مطالعه بکنیم، برای که بعد که غزل تموم خود غزل یعنی خود اون کلمه، اون کلمه خیلی زیاد نیست، فرض کنید نرگس اسم یک گله، چرا هم داشته باید صحبت کرد، اما این نرگس وقتی در غزل گفته شد و بنده اون غزل رو خوندم اون وقت فرق میکنه. نه تنها نرگس رو به خوبی توضیح دادیم برای شنوندگان و دوستان، بلکه مطالب دیگری که در این باره هست اون هم برای رفقات توضیح داده میشه که برنامه رو مطبوع و هدفدار میکنه. این است که من خواستم استدعا بکنم که در هفته های آینده قبل از اینکه برنامه انجام بشه یک هفته جلوتر بفرمایید اون غزل رو ما کاری که ما اینجا میکنیم دیگه، ما هیچ غزل رو ابتدا به ساده نمیخونیم، میگیم فلان غزل برای هفته آینده، همه میخونن بعد میان غزل رو میخونیم بعد اگه سوالاتی هست انجام بشه. همین کار رو شما ان شاء الله عملی بفهمید که ما در این قسمت هم خیلی بهتر با مطالب آشنا بشیم و استفاده بکنیم. خیلی متشکر، خیلی ممنون. عرض کردم متاسفانه میوت بودم، اطاعت میکنم آقای دکتر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خانم خامه ای، ما در خدمت شما هستیم، اگه برای امشب مطلبی دارید بفرمایید. اگر اجازه بدین من امشب ساکت میمونم و استفاده میکنم از صحبت های دوستان و واقعا لذت میبرم، از همه سپاسگزارم. بسیار خوب، هر طوری شما راحت هستید. خانم افراخته شما بفرمایید. با درود خدمت همه حاضرین و اینکه ما سپاسگزار از همه استادان هستیم که وقت اشتباهی میکنیم برامون توضیح میدن و یاد میگیریم. واقعا از اولی هم که آقای سپند خدا رحمت کرد بودن که حالت آموزش داشت، وقتی ما چه شعری میخوندیم مطلبی یا اگه اشکالی بود هر کسی میخوند اشکالا برطرف میشد. من سپاسگزار از همه هستم، همه استادان که رفع اشکال ما رو میکنن. خیلی ممنون. با اجازتون من یه شعر از فروغی بسطامی میخونم به نام روی چون مهش. از دادن جان خدمت جانانه رسیدم، رسیدیم در عشق نظر کن که چه دادیم و چه دیدیم. هر عقده که آن زلف دوتا داشت گشودیم، هر عشوه که آن چشم سیاه کرد خریدیم، هر باده که سیمین کف او داد گرفتیم،
هر نکته که شیرین لب او گفت شنیدیم، در خدمت جانانه کمر بسته ستادیم، در ساحت میخانه سراسیمه دویدیم. یک دم بران شاهد میخاره نشستیم، یک عمر به خون دل صدپاره تپیدیم. در عهد بتان آنچه وفا بود نمودیم، در عالم عشق آنچه بلا بود کشیدیم. زلف سیاهش گفت که ما شام مرادیم، روی چمهش گفت که ما صبح امیدیم. هر لحظه به زخم نمکی ریخت دهانش، زین کان ملاحت چه نمک ها که چشیدیم. متشکرم از وقتی که دادیم. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. در خدمت خانم سروستانی هستیم. خانم سروستانی اگر شما مطلبی دارید بفرمایید. با درود بوده دوباره. قبل از هر چیزی میخواستم بگم هفته پیش فرصت نشد که من روز رفع حجاب توسط رضا شاه کبیر شاد باش بگم و بعد تراس غزلی رو که پروین اعتصامی سروده بودم بخونم، ولی خب اون گذشت. حالا امروز یه شعری میخونم از عماد خراسانی. اسم گرچه مستیم، گرچه مستیم و خرابیم، چه شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. امشبی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر. مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه غم، من به میخانم امشب تو برو جای دیگر. چه به میخانه چه محراب حرامم باشد، گر به جز عشق تو هم هست تمنای دیگر. تا روان از پی یار دیگری میباید، جز دل من دلی و جز تو دلارای دیگر. نشنیده است گلی بوی تو ای قنچه ناز، بودم ور نه بسی همدم گلهای دیگر. تو سیه چش چای به تماشای چمن، نگذاری به کسی چشم تماشای دیگر. باده پیشار که رفتند از این مکتب راز، استادان و فزودند معمای دیگر. این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش، آرزو ساخته بستان طربزای دیگر. گر بهشتی است رخ توست نگارا که در آن میتوان کرد هر لحظه تماشای دیگر. از تو زیبا صنم اینقدر جفا زیبا نیست، گیرم این دل نتوان داد به زیبای دیگر. می فروشان همه دانند امادا که بود عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دیگر. خیلی ممنون، با سپاس دوباره. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. عرض کنم خدمتون، اگر آقای پول یا آقای جیوه یک میان پرده برای ما بذارن، بعد در خدمت دوستان باشیم مجددا. نگاره ده هاوره داره هبا تانو جباز گازی بانه.
زیرک لحنا و زنگانه هست ماره نمیانم خواسته و ره بوتان و لولاوی شهر یاره هست ماره در زمن کر جاره بوتان و چوگوان آنی خواره هست ماره جوره در کده و ره بوتان و قصر قاره قاره هست ماره خیلی ممنون، خیلی متشکر. نمیدونم این کردی بود، ولی رقص که کردی بود، اما من مفهوم صدا رو نفهمیدم. حالا نمیدونم دوستان متوجه شدن نشدن، یا کسی هست که به یه مقدارشو حداقل چیز بکنه، ترجمه بکنه، چون من خودم زیاد از این سر در نیاوردم. اولین بار بود میدیدمش، ولی آهنگ کردی و رقصم رقص کردی بود. حالا نمیدونم، پس نیست کسی از دوستان که کی پخش کرد جناب؟ این رو آقای جیوه به نظرم پخش کرده، شاید ایشون بدونن این چیه، کیه. آقای جیوه بلمان ناصر خان پخش کرده، ناصر خان پخش کرده. فکر میکنم اصلا قطعا میدونن که چی پخش کردن. آقای بل... نه منم مشکل شما رو دارم، ولی فکرم میکنم کردی باشه، اما چه هست و چه گفتن اینا نمیدونم، ولی به هر حال آهنگ شادی بود، به این دلیل من پخش کردم. من فقط حدس میزنم اینا کردای همون تایپ ایزدیان یا میگیم یزیدی، حدس میزنم، مطمئن نیستم. حالا این یه ذره عربی توش قاطی بوده به نظر میرسه، نمیدونم. خب زبان کردی به خصوص، خب کردهای عربی رو اون طرف ها و حتی کردهای طرف ترکیه هم همینطوری مقدار زبان عربی، زبان عثمانی در اینا به اصطلاح رخنه کرده و بیشترش کلماتی که به کار میبرن ریشه عربی داره. برتر توی خیلی متشکر که شما به اصطلاح گفتید این چیز هست. حالا این رو که به دل نشست خیلی هم خوب بود، ولی چون نفهمیدیم کلامشو، اگر یه چیزی که کلام پیدا بفهمید داشته باشید برای ما آماده بکنیم. حالا میخواین یه ذره قر به کمرتون بندازم، یه ویدیو کوتاه دیگه پخش میکنم، این یکی دیگه چیزه انگلیسی منتخبیه ایرونیه و رقص قشنگی هم میکنه. به هر حال We want to send a message all the way from LA to Iran that Iranians stand for nothing but happiness, dancing, and having an incredible life. John, hit it! Oh, oh, oh.
بله معنی کامل غیر و غمیششون بر شما این نشون داد. همین آهنگ معروف صادق بوقی معروفه که او او معروف شد و کرد جهانی پیدا خیلی، کرد. برای حالت خیلی بین المللی پیدا کرد، جهانی شد دیگه. آقای پل، این اون کمدین ایرانی نیست که اسمش امین یا امین؟ امین شبیه احتمالاً هست، نمیدونم دقیقاً، ولی دیدم ایشون رو قبلاً، اما وقتان حضور ذهن ندارم، حافظه قیافش خیلی شبیه اون خیلی کن همون آقای امینه یا. بله یه قبل از این که من میکروفون رو پس بدم آقای پاک نژاد، از فرهنگ عزیز میخواستم خواهش کنم که این روزا، حالا که بحث در مورد جناس و تجنیس و ایهام و ابهام و همه اینا رو کردن، یه شب هم در مورد مراعات نظیر صحبت کنم، اونم یه شیوه دیگه آرایش ادبی به اصطلاح، و خب خیلی بی ربط به ایهام و ابهام هم نیست. برحال سپاس آقا رضا، خدمت شما. خیلی متشکر، در خدمت عباس آقا. عباس آقا شما تشریف دارید؟ آقای عباس حیدری. خب ظاهرا نیستن. من اینجا جا داره از خانم بناپور و آقای علوی و دیگر دوستان که در ارسال ویدیو کمک میکنن به این برنامه تشکر خاص داشته باشن. خیلی سپاسگزاری میکنم دوستان عزیز، هر کدوم که یه گوشه کار رو میگیرید و کمک میکنید. همچنین از بانوان محترم، خانم خامنه‌ای، خانم شهزاد و دیگران که حضور دائمیشون واقعا باعث دلگرمی ما میشه. خیلی ممنونم. آقای وصال، اگر لطف کنید غزل بعدی رو بخونید. خیلی متشکرم. بعد تولد فردوسی رو هم یادآوری کنین لطفا وقتی فرصت کرد. آقا شما این خودتون بفرمایید، الان که دارید صحبت میکنم بفرمایید جلسه جمعه. دوستان خدمتتون عرض کنم که در انجمن فردوسی همونطور که میدونین ما همه ساله در ژانویه زادروز فردوسی رو جشن میگیریم و از یک سخنران مدعو دعوت به عمل میاد که صحبت کنن در زمینه شاهنامه یا ادب فارسی، ولی به خصوص شاهنامه. این هفته امسال و جمعه این هفته آقای دکتر رایان همافر مقایسه‌ای بین جنبش کاوه آهنگر و مقوله انقلاب در دنیای امروز، در دنیای نوین صحبت میکنن، که فکر میکنم با توجه به سابقه ایشون که خیلی در زمینه تطبیق ادبی کار کردن صحبت خوبی باشه. به هر حال اگر فرصت داشته باشین شرکت کنین ضرر نخواهید. سپاس. ساعت 7 شب در اتاق زوم. مرسی. خیلی متشکرم. حتما در خدمتون دوستان، من از طرف خودم میگم، خودم خیلی خدمتون خواهم بود، تا حالا دوستان هر کدوم هم تونستن حتما تشریف میارن. آقای وصال بفرمایید شما. دوستان شنیدین آقای پاک نژاد قول داد که جمعه بیاد ها؟ بله بله. مرسی. بله آقای وصال بفرمایید. با درود منو فامیلی صحبتی دارم. من فقط میخواستم بپرسم جمعه این هفته است یا همون جمعه با پوزش از آقای وصال؟ خواهش میکنم همین هفته است، جمعه 19 همه. بله بله خیلی متشکرم. متشکرم از شما آقای وصال بفرمایید. با سلام و درود مجدد. سؤال محبت. شب از کمین زمان با شتاب می آید، شفق به بدرقه آفتاب می آید. غمین مشو که به آفاق شب گرفته ما چراغ عاطفه ماهتاب می آید. آفرین.
فضای حادثه خالی ز روشنایی نیست. فضای حادثه خالی ز روشنایی نیست. گر آفتاب نیاید شهاب می آید. چراغ روشن انگور اگر که رفت چه باک، طلوع روشن جام شراب می آید. دهان غنچه به خمیازه شکفتن هاست، اگر چه از دهنش بوی خواب می آید. ز حل مسئله عشق ناامید مباش، که با سؤال محبت جواب می آید. دو دیده سیل غمت را ستاره باران است، حباب هم به تماشای آب می آید. بگو به غمز چه بر دل نشسته ای، برخیز از این رباط که بوی خراب می آید. اگر به عشق بشویی ملال پیری را، دوباره دولت عهد شباب می آید. آقای دکتر، دوباره دولت عهد شباب می آید انشاءالله. خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی زیبا بود، دست شما درد نکنه. خانم شهرزاد شما معذرت ما خود شما بفرمایید آقای درود. بله ایشون ماها رو میذازه جلو صحنه، خودشون پشت قایم میشه، نمیدونم چی. نه بابا، ما که شعرامون به شعر دوستان نمیرسه، که هر چقدر از دوستان حضور پیدا بکنن برای ما افتخاره. خانم شهرزاد شما صداتون گرفته، باز نمیتونید بخونید؟ بله میبخشید، من سلام عرض میکنم، یک کمی لارنجایتیس گرفتم، نمیتونم، میبخشید. انشالله که به زودی سلامتیتون رو به دست بیارید. ممنون. پرنده های خیالم دوباره پر زدند، پرنده های خیالم دوباره پر زدند، به روزگار جوانی دوباره سر زدند. بران گذشته شیرین به همراه آهی، نگاه حسرت خود بر سر گذر زدند. حضور حادثه ها از زبان کوچه شهر، شرارگونه بر این روح بی خبر زدن، شرارگونه بر این روح بی خبر زدن. به عقده های کهن سال چرکی شهرم، به وقت قفلت صد ساله نیشتر زدن. خرافه گشته چو دیوار در ره فریاد، سخن ز عشق و رهایی به مختصر زدن. نفرین کبوتران رهایی که عشق می نوشند، خبر ز آمدن موسم سحر زدند. گوشه گوشه شهرم خبر دهید امشب، صبور شاپرگان صحبت از ظفر زدند. به گوشه گوشه شهرم خبر دهید امشب، صبور شاپرگان صحبت از ظفر زدند. این هم یک چیز ناقابلی که ما بزنیم. نه بسیار قابل بود، خیلی قابل بود. خواهش بله. خب به پای شعرهای شما که نمیرسه. خواهش نه، شما یک نکاتی رو در اشعارتون به کار میبرید که بکره، این خیلی مهمه. خواهش میکنم. ببخشید من این تلفن رو خاموش بکنم. بله، عرض کنم خدمتون، در خدمت دوستان هستیم. من نمیدونم کدوم یکی از دوستان دوست دارن مطلبی رو بگن یا چیزی رو اضافه بکنن. آقای جعفری امشب ساکت بودن و من ازشون خواهش میکنم. آقای جعفری، مثل که کامپیوتر ایشون هم مثل مال من یه خورده داره اذیت میکنه. آقای جعفری گهگاه کامپیوترشون الان قطع شده، کامپیوترشون الان در حال حاضر نیستن، ولی امشب ما نتونستیم از اطلاعاتشون بهره ببریم. آقای عباس حیدری، آقای عباس آقا ایشون هستش ولی نمیدونم چرا باز نمیکنه. آقای عباس حاجی‌دری، پس مجددا از آقای پولمن درخواست میکنم یک
میان پرده به خاطر خاتمه، چون چند دقیقه دیگه بیشتر نمونه، یک میان پرده زیبایی بگذارن و ما با دوستان شب خوش بگوییم. آقا نمیشه من بگم. امیدوارم هفته آینده پربارتر در خدمتون باشیم. آقای بهرام گرامی هم که میدونن که دیگه هفته آینده هستن دیگه. اینو چون دوست عزیز میخندی مجبورم واکنششون بدم. من به راستی و صادقانه نمیدانستم قرار هفته در میون هست، برای اینکه ناصر وقتی ازش سوال کردم گفت بهرام جان حالا یا ماهی یه دفعه است یا دو هفته در میون یا یه هفته در میون، من باید صحبت کنم. بعد از اینکه باید صحبت کنم دیگه به من خبری ندادن. ناصر خودش جوابتو میده. هی حاضر بفرمایید. نه دیگه من جواب نمیخوام. قرار شد از این به بعد امر فرمودید یک هفته در میون در خدمتتون خواهم بود. تمام. بس تمام. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. بفرمایید. ولی بهرام جان این پیشنهاد خودت بود یک هفته در میون که ما قبول کردیم و اجرا کردیم دو هفته. نه اینه قبول دارم. نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. پیشنهاد من بود ولی من قبولش رو یادم نیست از طرف شما. چشم اطاعت میکنم. نه حالا قبول شده و دوستان واقعا استفاده میکنن و لذت میبریم از صحبتات. خیلی گرم. خیلی ممنون. بسیار خوب، سپاس. به خصوص که ایشون با پیشنهاد آقای دکتر مایدم هم موافقت کردن که غزلشون رو قبلا اعلام بکنن که ما هم بتونیم توی اطلاعیه‌مون بذاریم. خیلی ممنون. اگر اون باشه که فوق‌العاده است. حتما من خواهش کرده بودم ازش. بله اگه زحمتی نیست ممنون میشم. حتما این کار خواهم کرد. خیلی ممنونم. آقای پول یک میان پرده زیبایی بذارید که دریار داره روش کار میکنه. بله بله آماده. بله بله رئیس. مرغ پرش کسته را از صبر گون، مرغ پرش کسته را این حظی که کارکتر بچه توی سریال مهمونی از شنیدن آواز مثنوی افشاری روی شعر مولانا با صدای علی نصیریان میبره، انگار از جون ما بره. تو بودی آواز میخوندی؟ آره من آواز اصلا میخونی؟ تو این پشت بودی؟ چت فکر کنیم این پیر سینما و تئاتر مملکت صدای خوشی داره و چهار تا آواز قدیمی رو با تقلید یاد گرفته و جاهای مختلف میخونه. چه در پای گلچین دوانیم، هرچه گویم عشق را شرح و بیان. اما ماجرا اینطور نیست، حاصل یه تجربه متفاوته توی مسیری که از 70 سال پیش شروعش کرده. میریم به سال 1305. یه هنرکده تو خیابون علاءالدوله تهران راه میفته به همت اسماعیل خان مهرتاش که زندگیشو وقف هنر کرده. اسمش هم میذارن جامعه باربند. این آموزشگاه به هنرجوها هنرپیشگی، موسیقی، فن بیان و حتی ادبیات درس میداد. اگه بدونین خروجی این مؤسسه چه صداهایی بوده؟ سال 1329 و فضای سیاسی و اجتماعی کشور در بی‌سر و سامون ترین شکل ممکنه. کابینه ها از محمد ساعد گرفته تا حسین علا همگی دولت مستعجلن. به همین خاطر فضای جامعه بازتر و هنر هم توی اون فضا مورد استقبال بیشتر هنرجوها قرار گرفته بود. علی نصیریان 16 ساله وارد جامعه باربند میشه.
مهرتاش به عنوان مدیر مؤسسه ابتکار عملی در اون سال به خرج میده و میگه وقتی دکور تئاتر رو بین هر پرده نمایش داریم عوض میکنیم، بچه‌های مؤسسه بیان برای تماشاگرها ساز بزنن و آواز بخونن تا حوصله مخاطب سر نره. اینجا دو تا اسم براتون آشناست، مرتضی احمدی، عزت الله انتظامی. این دو نفر میشن پرده خون تئاترهای جامعه باربند. پس اگر میبینیم که انتظامی توی 82 سالگیش توی فیلم مینای شهر خاموش در مایه بیات اصفهان به اصفهان رو با شعر ملک و شعرهای بهار و ملودی علی اکبر خان شهنازی میخونه، میفهمیم که این آوازا فقط دلی نیست، آکادمیک آموزش دیده شده. به زنده رودش سلامی به چشم رسانی. فقط نصیریان و انتظامی نیستن که کنار بازیگری تجربه آواز خوندن رو هم رسماً دارن. مرتضی احمدی با یادگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی بارها و بارها نشون داده چقدر خوب آواز می‌خونه. خلاصه که این صداها، این آوازها، این زمزمه ها حاصل تجربه بازیگرایی ان که با مرارت و سختی فقط خودشونو توی مدیوم سینما تعریف نکردن و خواستن با تجربه کردن زندگیشون یک بعد دیگه هم داشته باشه. نوای خوش آواز موسیقی در کنار جمال خوش سینما و تئاتر. خیلی ممنون، انتخاب خوبی بود آقای شهریار خان، خیلی متشکر، دست شما درد نکنه. شب خوبی رو برای همه دوستان آرزو میکنم. انشالله هفته آینده در خدمتون هستیم و از دانش همگی شما بهره مند خواهیم شد. شب به همگی خوش. شب شما خوش.